دریاچه کارون-4 3000 هکتاره، شامل دو تا شاخه است، شاخه ارمند و بازوف. ما الان کدوم شاخه داریم میریم؟ الان داریم میریم سمت شاخه بازوف. 300 تنی در آبهای شاخه ارمند و 700 تن دیگر در 60 قفس شاخه بازوف پروار میشوند. ما اینجا دو دوره پرورش انجام میدیم، یه دوره سردابی، یه دوره گرمابی. خدا را شکر آب فراوان است و هوای گرم هم مساعد برای پرورش ماهیان گرمابی. کنار اینها هزینه کمتر این روش نسبت به ساخت استخرهای بتونی سرمایه گذاری را اینجا توجیه می کند. بیشتر ماهی کفور سمت جنوب پسند می کنند و سمت کشور عراق هم می برند و الان بازارش هم نسبتا فعال، خیلی هم خوب. کارگرها 9 ساعتی را زیر برق آفتاب سر می کنند. سخته اینجا. تا هر روز با 10 تن غذایی که آن هم در استان تولید می شود ماهی ها را سیر کنند. چند نفر اینجا مشغول بکاریم؟ ما 45 نفر اینجا مشغول بکار هستیم. البته بهداشت و سلامت محیط و محصول در هیاهوی بازار و رقابتش گم نشده. بحث ورود و خروج ماهی با مجوزهایی که سازمان دامپزشکی برای اینا صادر میکنه و بحث فرایند مصرف اینا و عرضه به بازارهای مصرف هم تحت نظارت دامپزشکیه. همینها باعث شده تا چهارمحال بختیاری رقیبی جدی برای استانهای شمالی کشور باشد. استانهای گیلان و مازندران و گلستان از آبزی پروری تو قفسشون در دریای خزر تونستن 1700 تن تولید کنن که تو استان ما بیش از 1000 تن تونستیم تولید کنیم. چهارمحال بختیاری که رتبه نخست تولید قزل‌آلای کشور را دارد خیز بلندی برداشته تا در کنار دیگر استانها ایران در پرورش ماهیان گرمابی هم حرفی برای گفتن داشته باشد. میتونیم واقعا جزو باز کشورهای پیشروی دنیا باشیم. ببینید من گفتم دو کشور در دنیا هستن که رتبه 1 و 2 دنیا رو دارن، نروژ و شیلی. ما ان شاءالله میتونیم رتبه بعدی رو ان شاءالله کسب کنیم. تولید ماهیان سردابی و گرمابی در قفس در چهارمحال بختیاری 1000 تن در سال است که با اخذ مجوزها قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه به 4000 تن در سال برسد. داوود قصری، خبرگزاری صدا و سیما، دریاچه کارون-4.